قوانین جدید نشراتی برای رسانه‌ها در هرات اعلام شد. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ و استخبارات هرات تا این نشست با خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها قوانین جدید نشراتی حکومت را برای رسانه‌ها اعلام کردند. این نشست روز گذشته یکشنبه دهم دلو در سالن همایش‌های ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات برگزار شد. به گزارش خبرگزاری وطن 24، مولوی ثابت هروی مسئول عملیات‌های روانی ریاست استخبارات هرات با اعلام قوانین جدید 8 ماده‌ای نشراتی افزود که رسانه‌ها و خبرنگاران مکلف به اجرای کردن این موارد هستند. طبق اعلام این مقام امنیتی هرات، رسانه‌ها مکلفند از نشر هر گونه موسیقی مبتذل و خلاف دستورات و ارزش‌های اسلامی جلوگیری کنند. رسانه‌ها باید از نشر هر گونه سریال و فیلم‌های خلاف فرهنگ و ارزش‌های اسلامی و افغانی جلوگیری کنند. در خبرها باید به جای کلمه طالبان، امارت اسلامی استفاده شود. تبلیغ منفی بر ضد نظام و مخشوش ساختن اذهان عامه ممنوع است و نباید رسانه‌ها چنین نشراتی داشته باشند. رسانه‌ها باید از پخش و نشر هر نوع برنامه‌ای که باعث توهین و تحقیر شخصیت‌ها و مردم می‌شود جلوگیری کنند. خبرهای بدون تحقیق و بدون جزئیات کامل نباید نشر شود. هر نوع شایعه افکنی و دست دادن به تعصبات قومی، لسانی و قبیله‌ای ممنوع است و نباید رسانه‌ها به چنین مواردی دست بگذارند. آقای هروی همچنان ادامه داد که مردم افغانستان سالها درگیر جنگ بودند و در حال حاضر این رسالت رسانه‌ها است که به مردم امیدواری خلق کنند و ارزش‌های اسلامی و ملی کشور را به رخ جهانیان بکشند. در ادامه شماره از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها خواستار وضاحت بیشتر در مورد ذکر شده از سوی امارت اسلامی شد و تاکید بر همکاری دو جانبه بین دولت و رسانه‌ها کردند. مولوی نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات هم با اشاره به قوانین جدید رسانه‌ای گفت رعایت و پیاده سازی این قوانین هیچ سختی ندارد و رسانه‌ها با همکاری حکومت تلاش کنند تا در زنده کردن ارزش‌ها و فرهنگ اسلامی و افغانی نقش سازنده ایفا کنند. او گفت حکومت حامی رسانه هاست و باید با نشرات اسلامی ثمره جهاد و زحمت 20 ساله مردم افغانستان را پاس نگه دارید. این در حالی است که این قوانین در سراسر کشور اعلام شده و رسانه ها موظف به عملی کردن آن شدند.